به سرزمین لعل و لاجورد، درود به سرزمینی که به کوههای بلند و دریاهای خروشانش معروف است و زنجیره دیگر برنامه های حیمیدان و تیمیدان در ولایت زیبای بدخشان خوش آمدید. این بار قصد سفر به کوه و برزن بدخشان زیبا را داریم. شما دیدین که ما در برنامه های گذشته ما تا سرحدات شرقی افغانستان سفر کردیم، در ادامه تا شمالی ترین نقطه‌ای که سفر داشتیم ولسوالی فرخار ولایت زیبای تخار بود و این بار انشاءالله تصمیم داریم تا شمالی ترین نقطه افغانستان سفر داشته باشیم و بهترین زیبایی ها را تقدیم شما هموطنای عزیز و نازنین ما بکنیم. البته فعلا ما در امی مسیر راه هستیم و حیمیدان تیمیدان سفر ما را ادامه میتیم به سوی ولایت زیبای بدخشان. از زیبایی ها و جاذبه های دیدنی و گردشگری مسیر را دیدار می داشته باشیم، زیبایی های محصور کننده را تقدیم شما میکنیم و تجربه های ما را با شما عزیزا هم شریک میسازیم. پس کافیست که ما را یک ساعت بیننده باشین از برنامه خودتان حیمیدان و تیمیدان در سرزمین زیبایی ها، یعنی وطن عزیز ما افغانستان هم لذت ببرین. دیگه ما را همراهی بکنین، لحظات بیادماندنی و تکرار نشدنی را تجربه بکنین. خب فعلا که در مسیر راه هستیم، شاهراهی است که رفته به طرف ولایت بدخشان. آیسته آیسته کم کم ما از تخارم دور شدیم، دیگه اما تو میریم بخیر و بهترین ها را تقدیم شما میکنیم. جا داره که تشکرم بکنیم از حامی برنامه ما، یار همیشگی ما، انرژی اتک. انسان های قدرتمند قله های پیشرفت را پیمودند. با انرژی اتک قدرت و انرژی واقعی را در پیروزی و موفقیتتان دریابید و قله های پیشرفت را صعود کنید. انرژی اتک مشت پرقدرت. طعم خوب داره، اتک هم می نوشیم و بعدش میریم بخیر. خب عزیزا، بیشتر از این قسمت این زمینای را که شما میبینین، اینا زمینای للمی است و هموطنای ما هم حاصلات خود یا هم فراورده های زراعتی خود یا هم فراورده های همی زمینای خود جمع آوری کردن و فعلا که میبینین که همه جا خاکی معلوم میشه، اما در بهار در تابستان زمانی که اینجا کشت و زراعت صورت میگیره خیلی یک فضای دلنشین، فضای سرسبز و یک فضای فوق العاده دیدنی داره. دیگه زیادتر من هم صحبت نمی کنم، البته که زیبایی های زیاد در انتظار شما است که شما بخیر بیننده باشین و لذت ببرین. دیگه مسیر ما را ادامه میدیم. هموطنان عزیز، ما فعلا در اولین ولسوالی ولایت زیبای بدخشان قرار داریم، ولسوالی کشم زیبا، و خوشبختانه که حاجی صاحب عبدالجبار رؤوفی هم در کنار ماست، یکی از متنفذین همی ولسوالی کشم. تا بیشتر شرح صحبت ها را داشته باشیم در رابطه با ولسوالی کشم، تا شما عزیزا هم معلومات بیشتر کسب بکنین و ما هم که تازه آمدیم معلومات کامل و زیادتر هم کسب بکنیم. آقای صاحب خدا کنه که جور باشی، اگر سلامی کلامی داری کامروی ما در خدمت هست. تشکر زیاد، خوشحال شدیم که شما به ولسوالی ما تشریف آوردین و به ولایت بدخشان. اولا تشریف آوری شما را به این ولسوالی کشم خوش آمدید میگیم. بخیر باشین صاحب. خداوند کم خداوند کم نکنه شهر کنه، یعنی شهر سابقه ولسوالی کشم ولایت بدخشان ما شما قرار داریم. خب اینجا شهر کنه بود. قدیم چند سال پیش اینجا از این شهر مردم زیادتر استفاده میکردن؟ یعنی 48 سال پیش در اینجا مردم زندگی میکرد، یک چند تا غرفا در اینجا بود، یک کافی اونجا بود، اونجا مسجد هست دیگه، همونجا یک چند تا دکان بود، دیگه دکانی وجود نداشت. خب من در این قلعه، این همین جایی که غرفا را شما میبینین، من در این قلعه در اینجا بود. اینجا مندهی بود دیگه؟ اینجا مندهی قلعه بود. چقدر بیروبار زیاد میبود آقای صاحب؟ به اندازه زیاد بیروبار هم نبود دیگه. خب خلجات نبود؟ آه شهر بچه خرد بود دیگه، یک داش خوشپزی اونجا بود، اینجا گدامی غله بود، غله که از خب همین که فقط همین فلزایش باقی مانده دیگه، چیز فلزایش باقی مانده دیگه، پوش و خود از این انگرش چی کردن همین؟ اما انگرش کشیدن بردن دیگه، در همین تای انقلاب مورد دستخوش قرار گرفتن. خب دیگه این سرک به این انداز نبود.
حتی موترها در زمانی که موتر می آمد همه لارند موترها در همه چی بامی چی می خورد گرفه ها می خورد دیگه شهر اوقدر انکشاف یافته نبود شهر خرد بود شهر بسیار خرد بود چند تا گرفه بود مردم از اطراف می آمدن در اینجا در گرفه ها سوداشون هم می کردن بود بیگا با مرکب می رفتن اون وقت موتری موتر هم نبود دیگه موتر هم وجود نداشت نه با موتر بود هر کس به خانه خود می رفت این کدورت هم بسیار کم بود حتما آی صاحب چقدر مهر محبت جاد بود مهر محبت و یک صمیمیت بین انسان ها وجود داشت این تعبیض نژادی و تعبیض قومی و تعبیض لسانی و تعبیض ملی وجود نداشت هم مگه خدا یک برادر می دانستن یک افغان فکر می کردن بشت این نبود که کس بگه که تو پشتون هستی تو تاجیک هستی تو ازبک هستی این گپ بین مردم وجود نداشت یک صمیمیت مسلمانی صداقت راستی وجود داشت بشک بخیر و سلامت باشه ای صاحب خب دوستا عزیز ما هم همی آغاز سفر ما را از ولسوالی کشم آغاز کردیم چون همی دروازه ورودی به ولایت بدخشان است ولسوالی کشم و ضمن از او هم آمدیم به مو بازار کنه که در مسیر رای ما قرار داشت تا شما هم بیشتر بدانید در رابطه با مو بازار قدیم یا هم بازار کنه ولسوالی کشم دیگه اینجا هم سرکی است که هموطنان ما عبور مرور میکنن البته که ازدحام هم زیاد است سر و صدای موتر و همچنان همه موتورسایکلایی که میرن و آیست آیست دیگه ما هم مسیر ما را ادامه میتیم شما را میبریم به شهر جدید تا بیشتر در رابطه به شهر جدید هم با آجی صاحب معلومات حاصل بکنیم و صحبت ها را داشته باشیم ایشالا. خوب گپ آجی صاحب بسیار خوب اینجا خود اگر کنم قصه نمان نه اینجا همه قدر است فقط یک تانگ تیل همو جا بود خواه دیگه بس خلاص در کل شهر یک تانگ تیل بود یک تانگ تیل بود دوستای عزیز پیش چیزی که ما بریم به طرف مو شهر جدید که قرار بود بریم توجه ما را می فارم زراعتی کشم به خود جلب کرد یکی از جای بسیار دیدنی بود نام خدا فضای بسیار سبز و زیبا و زمینه کاری هم که برای جمع زیاد از وطندارای ما اینجا فراهم ساخته که انشاءالله روی از او هم می پردازیم آی صاحب این حال بر ما بگو از قدامت از این فارم که این فارم در کدام سال در کدام زمان ساخته شد و مساحتش چقدر است مساحت این فارم ایرس جان 32 جریب زمین است نام خدا که با این انکشاف دادم ساحش ها وسیع تر ساختن که یعنی 50 جریب زمین است فعلا نام خدا در 50 جریب زمین اینا قوریه هر نوع قوریه میکارن دیگه درخت های مسمیری زیاد شاندن درخت چارمغ دارد توت دارد دیگه دارن دیگه قوریه های سیب داره قوریه توت داره قوریه چارمغ از در اینجا پرورش میشه و این را تکثیر میکنن بسیار با هم وطن ها ای را توضیح میکنن و میبرن در باغ ها باغداری میکنن بسیار خوب این طرف خوب تمامش همه تو مثل یک جنگل معلوم میشه تمامش درخت های ناجو است درست درخت است ناجو هم از درخت های مسمیر هم دارن خوب خوب در داخل از این باغ تو تو بله در این طرف ها هستن خوب بسیار خوب امروز هم گفتن که اینجا چهارمغز تکانی داریم در این فارم در یک قسمتی از این فارم چهارمغز است اونجا چهارمغز تکانی داره کارگرا در اونجا چهارمغز میتکنن اگه میشه که اونجا بود برین شما چطور نمیشه دیگه اگه خودت مایل هستی بریم یک چهارمغز خوری هم بکنیم میریم چهارمغز تکانی خودم میتاریم خود چهارمغز خوری میتاریم وایسا بسیار خوب میفرمایید وایسا با متعظمی بفرمایید از این پیاده رو میریم چند قدم میزنیم که دوستان ببینن خوبتر دوستان عزیز ما از چند قسمت از باغ یا هم فارم دیدار داشتیم
باغ بسیار خوب و زمینه کویری هم که پیشتر یاد کردم برای هموطنان و دوستای ما فراهم ساخته و در این قسمت هم آمدیم به مو چهارمغز باغش، جایی که دوستای زیاد اینجا مصروف بودن. البته در تکاندن چهارمغز دیگه یک وقفه گرفتن، باز یک تعداد زیاد از جوانایی که اینجا کار میکردن نرفتن و هم یک برادر ماست که زده و کنده میرم اینجا که چهارمغزا را بتکانه. دیگه نام خدا خوب است که یک برجی را هم اینجا پر کردن. ایسای بینجا در حدود چقدر درخت چهارمغز قرار داره؟ در حدود 500 درخت اصلا درخت چهارمغز وجود داره نام خدا، که نام. سالانه از این چهارمغز حاصل میگیرن. نظر به دیگه ساحات چی فرق میکنه، یک کمی آفتابی است، کم آفتاب است، سایه است. امسال حاصلاتش بسیار کم است، حاصلات کم داشت. همه زمستان یک ذره سردی بود، یخ سردی هم بالایی تاثیر میکنه و قدر چی نشده، حاصلاتش کم باز تره. از دیگه درخت هایی که اینجا خود ما خود تعداد زیاد است درخت ها رو دیدیم، باز دیگه بخش ها چطور بود؟ حاصلاتش خوب بود امسال؟ غنیمت بود ولی من خوب بسیار خوب بود. این حاصلاتش باز در این بازارها به فروش میرسه؟ این حاصلات ای رو میبرن به کمیته، میبرن و کمیته باز خودی او بود میفروشه و بود داخل خود همین باغ مصرف میکنه. پس دوباره خواهش ما گفتم که ما خودت خود چهارمغز تکانده نمیتونیم. لالا خسته نباشی، خودت هم دیگه ما اینا میجه کمک چهارمغز میخوریم. یک دو دونه دوتا بکنیم یا میده بکنیم؟ که اینه 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 ما براتون میده میکنیم. چهارمغز دیگه قربان دست چهارمغز کیش مس اینه اینه بفرمایید سیوا. چهارمغز خوبه آیسا بی فعلا دیگه قضیات خشک هم نشده؟ نه فعلا تر تیره با خشک میکسودن. ها خوب چهارمغز است. نه دوستان چه خوبی است. چهارمغز خوب است. نه دوستان. شما بفرمایید. چهارمغز بسیار. چهارمغز زراعتی است. آن اصول شده است. خوب چهارمغز. بله بله. و از اون نظر همون چهارمغز کاغذی که میگن. کاغذی بله. چهارمغز کاغذی است. بسیار زیاد. نازک. زراعتی و اصول شده است. آقای صاحب تشکر از خودم. دیگه از فرمم دیدار کردیم یا هم از همی باغ از شهر کنام. دیگه اگه خود زیاد اذیت نشی چی خوب است که بریم به مو شهر جدید یا هم شهر نو، بیشتر از آلا اول هموطنهای ما جویا شویم. بسیار گپ خوب است، میریم به طرف شهر. بریم بخیر. بیاییم بخیر. آمدیم به مو شهر نو یا هم شهر جدید. دیگه در می کنار چوک استاده هستیم. نام خدا جمع جوش هموطنان ما بیروبار ازدهام در اینجا هم مثل سایر ولسوالی های ما زیاد است. یک نظم بسیار خوب و ضمن از او هم زمینه کویری را برای هموطنان ما بسیار زیاد فراهم ساخته، چون این مسیری است که مو تمام ولسوالی ها زمانی که میرن به طرف فیض آباد یا هم دوباره برگشت میکنن این بازار همو محصولاتشان خریداری میکنن. دیگه بازار بسیار خوب و پر ازدهام است. آیسا دقیقا در این بازار در حدود چقدر دکان است؟ بیش از 3000 دکان در این بازاری که موجود است. این شهری جدیدی که تحت یک ماستر پلان شهری در سال 1348 تحت ماستر پلان شهری قرار گرفته که فعلا بیش از 3000 دکان است. فعلا ما شما که در این مرکز در اینجا قرار داریم، مرکز شهر کیش ماست، مرکزی چوک مرکزی کشمون ما شما فعلا قرار داریم که از... میبینین هموطنان رو زیام شهر است. دیگه ربط آمد مردم از بیرون از چندین ولسوالی ها و ولایات به اینجا تر میشن، میرن به طرف فیض آباد و از فیض آباد به دیگه ولسوالی ها. بسیار خوب آیسای بس محصولات فراورده های ولسوالی کشم ما چی است؟ محصولات فراورده های ولسوالی کشم زیره دارد، پسته دارد، چارمغ دارد، توت دارد، عسل وطنی بسیار خوبش داره، اما چیز همه چیزای وطنی قروت قروتی وطنی نام خدا دیگه هر بله. چیزی که بخوایم در بازار پیدا کردن میتونیم. برنج بسیار خوبش داره، برنج وطنی بله اون همه چیز حاصلات وطنی ما همه چیزا بله. چطور است کاروبار مردم ما در شب و روز در وقتا؟ فضل خدا بسیار خوب است، بازار جمع جوش است، خرید و فروش زیاد هستن، خوب است. همه وطندارا راضی هستن از بازار، از مردم، از شهر راضی هستن، از کارشان راضی هستن. بسیار خوب، بسیار خوب. ما قسمی که بیشتر گفتم براتون دوستا همو تجمع ازدهام در اینجا هم بسیار زیاد است. دیگه ای هم همو
پسته وطنی؟ پسته، بله هم پسته وطنی تو هم. اجازه است من یکم بگیرم؟ بله هم پسته. بجیره خالی کنیم؟ نه نه. بجیره خالی کنیم؟ بجیره. مغز وطنی مغز پسته. بله. باش که گفتن اما مغز خوبش و مغز علاش برن. مرزن که با ما شما خمی هم بهترین مغز پسته است علاس. آنی. ما یک دو سه دانه میخورم. آنی. نه. اینه بله هم اینه بیا 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 رفی جان بیا کمکش اونجا هم خالی بکن او از دیگه نفر است خیلی باش که من ای ربانم که مکس نشه ها او طرف بودی 55 دلار آمده بسیار خوب نوری افغانیش هم که به تصد کم 14,000 بود یک سی یک کیلو؟ یک 7 کیلو 7 کیلوش 14,000 افغانی یعنی 11,500 11,500 کیلوی 800 تمام میشه برام وطن ما 800 دلار والا چقدر خوب از دوستا مغز پسته البته که مغز پسته که باست در ولایت بدخشان است دیگه میفهمین که از شهرت بسیار زیاد برخوردار است و از این نظر یک کیفیت بسیار خوب و یک کیفیت بسیار بالا هم داره ما یک چند دانه میخورم حق تلال بکو بس بایستای بفرمایید تشکر سید خودت خوزیاد هم میخوری دیگه نه ما نه دمی وطن رو سمید زیاد پیدا میشه بده چند به به فوق العاده است نه بله اما تم بسیار خوب و پسته خوشمزه است درجه یک دیگه درجه اول با مغز دیگه وطن های بسیار خوشمزه است دقیقا دقیقا بیادرو سلام برسه با همگیتون جور است انشاءالله خیر ببینین دیگه زیادتر اینجا هم صحبت زیاد نمی داشته باشیم مزایم کار هم و تنهای ما هم ننشیم همراه یاجی صاحب مسیر ما را ادامه میتیم بخیر بله این حال نزدیک پیشین از دیش بفرمایید میریم یک هتل همراه ما مهمان باشین شما قربان شما هستم با جان رس اگر خودت موافق باشی میند یگان هتل قدیمی بریم هتل قدیمی میریم قصه قدیمی هم باز برام بسیار گپ بسیار گپ میره بفرمایید میاد روشی قربانت خیر ببینید سلامت باشید بفرمایید بفرمایید با اجازه تان بدرم سلام علیکم باسید جان ببخشید دیگه شما رو به خانه زمان نوازم در همینجا در یک هتل سابقه بود دیره شما رو آوردیم همینجا این از زمان ظاهرشاه هستی هتل دیگه این از دوران ظاهرشاه هست بله سبی این هتل سابقه هست دیگه یعنی شما رو زحمت دادیم مالی بفرمایید بخیر باشی آی صاحب بازم تشکر دیگه دوستا عزیز جایتان خالی ما هم همراه آی صاحب یک کم کم از این کباب هم میگیریم دیگه در یک فضای کاملا متفاوت شدیم البته که در این برنامه چون ما همین مسیر رای ما بود دیگه ما هم خواستیم که در این فضای باز بشینیم کنار هموطنهای ما دیگه لذت بخش است واقعیت خوشایند است خوش آمدین دیگه سلامت بفرمایید صاحب خیلی که بگیریم کم کم بخیر بفرمایید بسم الله الرحمن الرحیم نام خدا یک کباب بسیار زیاد خوشمزه است عالی است دیگه سرک است دوستا کم کم کنیم. صدای موترها یا هم موترسایکلایی که عبور و مرور میکنن شما میشنوید جا داره که تشکرم بکنیم از حامی برنامه ما انرژی اتک انسان های قدرتمند پله های پیشرفت را پیمودن با انرژی اتک قدرت و انرژی واقعی را در پیروزی موفقیتتان دریابید و قله های پیشرفت را صعود کنید انرژی اتک مشت پر قدرت طعم خوب داره ایسا بفرمان شما هم بنوشید بخیر و سلامت باشه ایسا قربانتان تشکر تشکر از شما وطندارا و هموطنا و دوستای عزیز ما که تا ایدم ما را همراهی کردین البته که سفر ما ادامه داره تا که بخیر برسیم به شهر فیض آباد دیگه از امو زیبایی های مسیر راه هم دیدار می داشته باشیم کافیست که شما ما را تا آخرین لحظات همراهی بکنین مگم
دفتن نمیریم دیگه. اینجا چند لحظه دیگه هم با آقای صاحب میشینیم، همین غذای خود هم میخوریم، باز مسیر ما را های میدان تای میدان ادامه میتیم. بفرمایید صاحب. میرم اونجوری فیض دل با در مسیر راه فیض آباد هستیم، اما تا ایستایسته است کشم کم کم دورتر شده میریم. دیگه همین زمین های زراعتی و هم زمین های حاصل خیز بود که ما هم تا شدیم از موتر گفتیم یک بار حال و احوال هموطن های ما را جویا شویم، کمی همراهشان قصه بکنیم، از امو درد دلشان بشنویم. دیگه کاکا جمعه هم بودم اینجا که مصروف کشت و زراعت هستند در این زمین، گفتیم یک چند لحظه صحبت بکنیم. کاکو جمعه چطور هستی؟ خدا را شکر سیباتی میلیم یافته اونم میت گرمی و سردی و میت هستیم. خدا را شکر که جور هستی. جور هستیم. امی چی خنک باشه چی گرمی باشه خود زندگی در گذر است. جور هست. مگم امی که صحتمند باشیم، امی که قدر نعمتای خداوند بفهمیم، این امی دیگه همه چیز است نه؟ همه چیز است. بشک. چند جیری باز زمینای خودت در این منطقه؟ ما شاید یک جریب زمین بیشتر باشه. از دو جریب؟ یک جریب. یک جریب بیشتر. چو خوب یک پیازی هم کشت کردی. تو بگی یک دو تایش که من بگیرم با اجازت خواست. نام خدا. اینا دوستا. این همی پیاز امساله کاکا جمعه و پیاز وطنی خود ما که چقدر یک پیاز خوب است. کلون هم داره ولی مقصد زیر مونده دیگه. خب یک سر دو سر است یک دانه پیاز؟ نه یک سر دو سر نیست. یک کیلو شاید باشه. یک کیلو کمتر از یک کیلو می باشه. نام خدا این پیاز بسیار خوب است. چقدر حاصلات گرفتیم سال؟ این همین پیاز است یک چیزی فروختیم دیگه سال دیگه نمیدونم زمان رو پرم میکنیم و نمیکنیم. خب چقدر مصرف کرده بودیم سال؟ سه چهار خلطه کود زدیم سه. تخمش را کشت کردی نه؟ تخمش را خواهد. خب بسیار خوب. دیگه از سری چند مفروشی پیازه؟ ولی فعلا بای نداره. بای نداره؟ نه. مفت توزیع میکنی؟ پنجا روپیه. خب ما گفتم مفت است چی رقم؟ نه پنجا روپیه. خب پنجا رو. پام دیگه خوب است دیگه. مگم نسبت به سایر قسمت ها البته که ارزان است و کاکا جمعه هم که... با خرچمون و با تکلیفمون ارزان است. ارزان است دقیقاً. چند ماه است که زحمت میکشی خودت اینجا؟ اول شاید حساب کنم که 5-6 ماه میشه. 5-6 ماه میشه. اما قدر دیگه از این سودا کردی یا از این قدر کمتر سودا کردی؟ نه. یک 40-50 سر فروختم خلاص. خب هنوز کل همی زمین ها را کشیدی همه قشید پیازش؟ همه قشید برسه. خداوند مهربان است که انشاءالله این مصارف هم پوره کنه باش که پیازها را بانم که بسیار دوستا حتی باور بکنین که ارزش زیر داره که آدم یک بوس هم بکنه به خاطر از یکی بسیار زحمت کشیده شده روش. بزحمت شده گیسه. امی چند ماه ساله با امی مرا امی دستتان بته کاکا جمعه با امی دستای با همتشان 5 ماه 6 ماه کمتر یا زیادتر شب و روز البته زحمت کشیدن دیگه. ما خواهمدیم یک خبر تا بگیریم چی کنیم چیز خدمت. دیقانی هم بلد هستم، بار کردن هم بلد هستم، پشت کردنش هم بلد هستم، بار کردنش هم بلد هستم. یک چیز خدمت هست در خدمت هست. بیایم برم جمع خیر... یک مستخوری کنیم. بیایم برم یک مستخوری کنیم. خب یک مستخوری کنیم؟ بله. ماست از کجا آوردی؟ خدا مهربان است. خب؟ آه خدا مهربان است. بشک. خیر ببینی. سلامت باشی. کاکا جمعه خیر ببینی؟ میره باشه. ماست دیجا خو گفتی تنها هم هستم، باز گوداری هم میکنی خودت یا نه؟ هم صواب میتی خدا میروان است. خب بشک. همی چای خوش کده و بالاگک دیدم گفتم والا کاکا جمعه هم کس حتما هم آشپزی بلده است. همی چای دم کردن خودش میکنه، کل کار خودش میکنه. اما تو هستی؟ فکریم دیگه روز که بعد آمد مجبوریم دیگه باید یک رقم میشه. باید دیگه بسازیم نه کدش. اجازه خواست دیگه. صد اجازه میره باشه. بسم الله الرحمن الرحیم.
ماست گاو است؟ ماست گاو است. ماست وطنی دیگه، همو کیفیتش، همو مزهش، کل چیزش معلوم دار است که ماست وطنی است. مگم زور خوشمزه. والا فوق العاده است که مزه داد که دمی گرمی بیرون استادم شدم یک چند دقیقه دیگه. خدا هم خودتون مزد نصیب بکنه. کاکا جمعه چی خواست داری؟ چی پیام داری؟ چی گفتنی؟ چی ناگفته داری؟ بگو که بشنویم. مردم های غریب چی بگوام؟ نه همکاری سو نه کلام چیز دیگه سو نمیتی هفته اونه درگتاگی سیم دیگه چکنیم ما همه هفته اونه هستیم شش ماه میشه و ما زنمی هفته و بیرون شه هفته و بلو سرنشه میشه و ما زنمی جا سبسب میلی که ما آیداد بکشیم گذران ما شوه نه کمکیست نه کم چیز دیگه چی نیست. بیا خداوند مهربان است. سلامت باشید دوستا. دیگه آمدیم قسمی که پیشتر براتون گفتم تو میریم در یک قسمت آل احوال وطندارا و هم وطنهای ما را میگیریم. تشکر از شما عزیزان که ما را همراهی میکنین. دیگه در ادامه برنامه هم با ما باشین. این برنامه ما هم تو مسیرهایی است که ما پشت سر میگذاریم. های میدان تای میدان شما هم بیننده باشین. دوستو آیسته آیسته نزدیک شده میریم به شهر فیض‌آباد. در کنار دریای خروشان کوکچه قرار داریم. دیگه توجه ما را یک چیز بسیار جالب برای خود جلب کرد، همی زرشویی است که اینجا دوستو انجام میتن. البته شما شاید زرشویی را به شیوه های مختلف دیده باشین، ولی برای اولین بار بود که من دیدم که به این شکل یک تیم بسیار بزرگ کار میکنه. تقریبا یک اسکواتور، دو سه موتر و ماشینالات و همه وسایلی که مورد نیازشان است تا ای که بتونن همه زرشویی را به خوبی انجام بدن. دیگه برادر ما سیف الله جان هم است در کنار ما تا بیشتر صحبت ها را داشته باشیم. سیف الله جان چطور هستی؟ صحت خوب است؟ سلام، سلام برای دوستای ما. نداری سلام علیکم شما کلاگی جور و صحت سلامت باشن، آرام باشن. ما اینم جو یک کاری که دیگه در این وطن کار و غریبی فعلا نیست دیگه چی میکنیم؟ این همیجا از بیکاری زیاد آمدیم، کندنکاری میکنیم بخاطر زرشویی که یک چهار تنان برای اول عیال خود پیدا بکنیم. بشه دیگه آمدیم این همیجا قطعی دیگه همکارا، دوستا، شریکا اونجا موتر داریم، اسکواتور داریم. این همیجا همش وسایط های کرایی است که ما وسایط های دان کرایی است؟ بله. یا که کرا تیمتان چند نفر است؟ تیم ما یک ده دوازده نفر هستیم. اینجا ده دوازده نفر اینجا زحمت میکشن. از چند بجه کار شروع میکنین تا چند بجه؟ از پنج بجه سبکی شروع میکنین تا هشت بجه نو بجه شب ما اینجا کار میکنیم. تا هشت نو بجه شب؟ بله. روزانه چقدر مصرف میکنین شما؟ روزانه تقریبا یک 55,000 60,000 ما اینجا مصرف داریم. یک کمک ما خود هم کار نکنیم این حالا افتا و رفت با معذرت که ما عینک هم داشتم. سایز گپ نیست در خدمت که بعض وقتا میگم کمی عینک چه استفاده نکنم که خدای ناخواسته کبر یا غرور معلوم نشه، ولی من یک کمک با آفتاب مستقیم دیگه نمیتونم راحت نمیباشم، با او خاطر عینک استفاده میکنم. یعنی این او گردان ما زیر زنبل ما زیبایی ها خوب تر معلوم میشه. خب چی کنیم بخیر؟ شما میتونین که شما او گردان بگیرین اینجا او بندازین؟ من او بندازم دیگه او را کمانده میکنین هر رقمی که شما چی میکنین؟ تو کمانده کن، من در خدمت هستم. آنو از بلر او میگیری فقط اینجا خالی میکنی. من هم فهم که چقدر گنجایش هم داریم که بیایی میترم. اگر پایپ هم بگیری از پایپ هم میشه که از پایپ هم قطعی پایپ هم کار بگیری میشه. بیا همین رقمش خوب هست. سعیست خب پایزی نمی پایزی چهار تنون پیدا کردن از دیگه. اگر نه دیگه دای وطن چی کنیم؟ راحتی نیست؟ نیست. بجز از طلاعی جرگه چیز هم پیدا میشه یکان سنگا دامای قیمتی؟ نه نه هیچ چیزی نیست. اگر بود اونمو طلا اگر بود بود نبود دیگه هیچ چیزی نیست. یا شما قدر زیاد به خاطر همین که سنگا را بشناسین در قصه سنگا نه او تو سنگا باز در طرف مدن لاجور میگه اوجاست دانای قیمتی در کوهای در این جمعه چیز دانای قیمتی پیدا نمیشه؟ نه نمیشه. بسیار خوب.
بازی اطلاعی که پیدا میکنین عیارش چی رقم است؟ عیارش 215 است، 220 است، 225 است. اینقدر بلند؟ هر منطقه با عیارش فرق میکنه. خوخو عیارش فرق میکنه؟ بله، پایین هم است، بالا هم است. بسیار خوب. این حالا بعد از باز چی میشه؟ بعد از این جا که رگ انداختی تلا میاد اینجا در این فرج میاد، از این فرج ما در اون تشت سرخ خوب. آب میگیریم در اونجا میتکنیم، بعد از اونجا بعد میبریم اونجا دیگه استاد داریم. خب اون استاد در اونجا تخته میزنه. ما خود هم روش سابقه یا هم روش سنتی کار کردیم؟ بله بله بله. این روش ماشینی تان باز چه قسم است؟ با ماشین که هستم ماشین چالان میگیریم اونجا، موتر میاره جغل در داخل دول میندازه اونجا، دو نفر دیگه معذف است. آها دیگه وار دیگه اونجا در دول میشوین، باز از اونجا از اون فرچه ما میگیریم میاریم در اینجا در بلر میتکنیم، از بلر در این سبت میتکنیم، از سبت بعد میبریم اونجا آخرین بارش در استای تلاپاکون من میتیم اونجا، اگر چیزی بود اونا پاک میکنه. یک استان تلاپاکی هم هست؟ آه بله، خاص بخاطر تلاپاک کردن اونجا یک استای دیگه یک انجینر خاص داریم ما. پیش اصل استاد هم میریم انشاءالله. بله امروز خودش هم صحبت میکنیم. اصل انجینر ما در اوجا در سر وظیفش است. ای طلاعی کس از امون معادن طلاعی ها خیری پر؟ از امی از بغلای کوهر جای جر چپه میشه، از امی سیل میاد دیگه، می از امی درا باز میاره در این لبای آه. دریا چی میکنه؟ آها باز ما مردم اونم لبای دریا پس درشون میکنه. دلای قندم کفایت میکنه. میشه که خودت یک کمک از این طلاع را بگیری برای ما نشان بدی یک توتگه که کم شه؟ اینه طلاعیست. نمیفهم که رفی جان درست به تصویر هم داریم یا خیر، مگم یک دو توتگه که هست دیگه. ای هم گفتن که نتیجه زحمت از ای است که ما از پنج صبح یا هم بیشتر از او زحمت کشیدیم تا ای که تانستیم همین یکی دو توتا اینجا است و یک چند توتای دیگه هم اونجا قرار داره. دیگه این حالا میریم پیش استاد کل. میریم یک چند لحظه همراه اینا هم صحبت میکنیم. امیدوار هستم که شما هم تا فعلا لذت برده باشین. ما که چند لحظه وقت از این عزیزای ما را گرفتم که وقتشان هم خیلی با ارزش است لذت بردیم. استاد جان سلام. سلام. و علیکم السلام. خوب هستی؟ مرا دستک دان بده برام. چطور هستی؟ جان جور است. بخیر هستی؟ نام مبارک چی است؟ نام مبارک ما رحمت الله است. رحمت الله. گفتن همین استاد کلگی استاد رحمت الله است. بله سر. از کدام ولسوالی هستی؟ ولسوالی ارگو، ولایت بدخشان. کدام؟ ارگو؟ ارگو. خب کاروبار دیگه همینجا است. بله سر. بسیار خوب. وظیفه خودت چی است؟ وظیفه من استادی تلاپاکن. استادیش هست؟ بله سر. باز خودت خوب بخیر یک گوشه شیشتی اونجا سرم و چی میگن دول هم نبودی دیگه جای سر از اون؟ دول دیگه جا هست، این دیگه جا هست، این جای پاک کردن ما همه جا هست. خب خب اونجا میشوه اینجا پاک میکنی ما پاک کردن سر. خوش خودت هم اون ریگش پاک میکنی؟ بله سر. آه همین ریگه که توتای کلانش هم میگنن اون ریگه که در همین فرش میباشه در موکت که میباشه؟ در اونجا که پاک میشه باید تخته پاک میکنیم در اینجا. این تخته هست. چه قسم پاک میکنی؟ یک ذره نشان بده برای ما هم که ببینیم. خیرت پاک کردن همه تو ریگه میاریم، این همه ریگه هست. باید باید قسم توداده توداده این قسم هنه اینه این قسم میکشیم هنه 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 قسم پاک میکنیم. چقدر چند ساعت است که کار کردی خودت قدر طلا را پیدا کردی؟ از صبح یا تازه؟ یک شوشت است دیگه، یک شوشت که چقدر که یک سه ساعت هست، چهار ساعت هم سه ساعت، چهار ساعت میره میشه برای ما بیتی؟ همی تخته را بیتی ما؟ نه ایش دلت نامش هم میگم، تلا ها را نزنه میادم. خواهی زحمت یه همینا هم نیست دیگه. او بسار مایده 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 است. باش که چیزش نما نکال نگویی که بردی تلا ها را. خو خو ریگ در پایین از ایسی و از ایجا کش میکنی سر از تخته؟ نه او پاسمانده شد دیگه، از او تلا نداره. او خواهی پاسمانده شد؟ آه او تلا نداره، تلا شد پاکده گرد و دیگه شد مست. بگم پاسمانده شد برای ما بته؟ بگیر اینا برای شما. قربانت جام استاد جان سلامت. خدا هم دزد نصیبت بکنه در کاروبارت برکت های کدام گفتنی هم داری که امروی ما در خدمت است. تشکر سر. قربانت شد سلامت. خواهد دوستان عزیز تشکر از شما هم که با ما همراه بودین.
دیگه تشکر از خودم استاد قند. زنده و سلامت باشی، بخیر باشی، وقت دادی، لطف کردی. بفرما بفرما میجا بشی. اما تو آیستا آیستا دیگه دوستا ما هم میریم به طرف شهر فیض آباد، شما هم ما را همراهی بکنید. هنوز هم خیر است، یکم وقت آدم خنده هم میگیره. دیگه داشته های ما باقی مانده، ای میدان تای میدان مسیر ما را ادامه میتیم، با ما همراه باشین. سلامت باشین، قربانتان. در یک بازار بسیار زیبا و متفاوت قرار داریم. البته اولین بار است که ما در طول سفرهایی که در ولایت‌های مختلف ما داشتیم همچو یک بازار زیبا را دیدیم که توجه هر بیننده، هر گردشگر زمانی که به بازار بیاید باور بکنین که امی زیبایش بیننده را وامی داره که 100% از این بازار یک چیز با خود بگیره و بره. بازار سبزی بهار میگن، مربوط به ولسوالی ارگوی ولایت زیبای بدخشان میشه. دیگه زمینه کاری را برای دوستا و عزیزای ما فراهم ساخته. البته از قبیل میوه خشک در بازار به فروش میرسه، از نزو میوه تازه چقدر خوب، انار هم است، ناک هم است و سایر میوه ها. دیگه آیستا آیستا ما هم از اون ابتدای بازار آمدیم. نمیدانم که در بازار در حدود چقدر دکان قرار داره و بیشتر دیگه کدام محصولات و فراورده ها به فروش میرسه. دیگه نال صحبت هارم اینمینجا امروی نمی کاکای عزیز و نازنین ما می داشته باشیم. کاکا جان سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم. دیگه یک بغل کشی هم بکنیم. چه خوب یک بازار جور کردین والا. اینمی زحمت شما است دیگه که تو یک بازار جور کردین. به این طرف استاد میشیم کاکایم. جور است ان شاء الله. شکر الله. جان که جور است. کما کی طرف تر کمی دوستای ما دمی تصویرم خوبتر مرام ببینن، خودتان ببینن. مهربانی سید. اسمتون چی است؟ نجم الدین است. نجم الدین جان. از این برام بگو لالا نجم الدین قند که این بازار چه وقت شما جور کردین؟ بازار را در وقت جمهوریت یک سال پیش جور کرده بودیم. خب فعلا دیگه یک دو سال میشه. فعلا دو سال میشه. دو سال. کل از دکانداران هم خودم تو خوش سلیقه و خوش ذوق هستن. بله سی مهربانی سی وطن این قومای ما هم هستی در دکانداری چاو قلقا دارن. بیشک بیشک. بازی را شما در خانه جور میکنین همی چی میگن جلک جلایشه؟ بله سی با این جلک رو در خانه جور میکنین. خانم ها جور میکنن، ما مردم میخریم. خو ایره خانم ها جور میکنن. بله خو سلیقه خانم هاست دیگه. واقعا کمی خواهرای ما مادرای ما بسیار زیاد خوش سلیقه هستن، چی در لباس باشه چی در امو امورات خانه و خانواده باشه دیگه، در تمامش که ما شک نداریم. اینجا خو نام خدا انجیر هم دیده میشه دیگه، پسته است، این هم خسته دیگه. سایر میوه باز اینجا چی است؟ سایر میوه مثلا توت هستن، زردالو هستن. بسیار خوب. خب دیگه چی باشد؟ میوه تازه هم است که ما پیشتر دیدیم. مثلا ناک هستن، انار است. هر چه میوه میگه در این بازار ما پیدا میشه. بسیار خوب. قیمت ها چطور است در این بازار؟ قیمت ها مختلف هستن، بسیار مناسب سودا میشه. مناسب است. بس چطور است فروشاتان؟ بیشتر کسایی که البته که بدخشان هم جز ولایت های بسیار زیبا و در عین حال یکی از ولایت هایی است که توریست های زیادی از تنها افغانستان نیه بلکه از سراسر جهان مایل به این هستن که یک سفری داشته باشن حداقل به ولایت زیبای بدخشان. باز خرید میکنن از این بازار؟ ان شاء الله 100% خرید میکنن. هر مردم هستن در این بازار ما، مثلا خندار هستن، هرات هستن، جلال آباد هستن، هر مردمی هستن قابلی مداری روی ما هستن دیگه. یک جل پسته چند است قیمتش؟ یک جل پسته مثلا 120-100 افغانی هستن. خب نظر به کیفیتشان باز فرق میکنه؟ نه تفاوت میکنه. خب خب بسیار خب. دیگه اینجا سایر البته داروهای گیاهی هم دیده میشه ضمن از او و میوه های دیگه هم هست. سرمه است؟ او سرمه بدخشان است. خب خب. این سنگش است دیگه؟ این سنگش است. بسیار خوب. چی تصمیم دارین که این بار یک سرمه هم سرمه بکشیم؟ اولین بار است ما هم از این سرمه بدخشان یک تجربه میکنم. توکل ما به خدا اجازه است یا نه؟ اجازه است. باز یک امیگه چیزش ما هم با خود میبریم. همین رقم؟ بله بله آن. خب درست شد یا نشد؟ صحیح شد دیگه، صحیح شد. اولین بار از گفتیم بیایم اینجا یک سرمه هم بکشیم که از سرمه بدخشان هم مستفید شویم.
همین رقم میشه من خب بلد نیستم. مهربانی سی اگه خودت بلد هستی من هم رقم میشه هم رقم میشه مقصد خود سیاه نکرده باشیم دیگه اش خیر ان شاء الله سیاه نمیشه. یکی چطور میگه دیگه من خودم نمیبینم شما قضاوت بکنین ایره خراب نکردین. نه هیچ گفی نیست دادر جان من ان شاء الله که کدام مشکل چشمی هم ندارم که میتونیم دوباره هم استفاده اش بکنیم. بسیار زیاد تشکر میکنم از خودم به خاطر از اینکه این فرهنگم ترویج شوه. زمانی که دوستای دیگه هم از این مسیر عبور مرور میکنن بیاین دمی بازار یک چیز با خود بگیرن ما هم یگان چیز میگیرم. یک جیل پسته برام بده. بسم الله الرحمن الرحیم. عین است عین بزرگوار یک دانه بیرین بشک بابا دیگه چی بگیریم؟ دیگه دل تو نرچی نه با دل خودت امی هرچی میگه از دوستر چایت نیکوست تو بگو ما انشالله که میگیریم دیگه چیزم کمک قروت نگیریم کمک قروت بگیریم خوب از مسیر را میریم بازم تو خورده خورده بریم خواه یک کمک قروت هم باز بر ما بتین گفی ندارن آه یک تو تا قروت هم بر ما بتین بسار زاد ببخشی دیگه خودت بازم هم ساختیم یک قروت بدخشان است. قروت بدخشان است. بله سیبان. بسیار خوب. من شکیرم در یک پاکت بندازی برام. نمیفهم که طول میشه، وزن میشه چه قسم. دیگه همین مسیری است که ما آهسته آهسته میریم به طرف فیض آباد. تا فیض آباد چه قرار مونده لالا؟ 40 دقیقه. 40 دقیقه دیگه مونده دیگر. آیسته آیسته شام شد و ما هم رسیدیم به پایان برنامه. تا برنامه بعد تا های میدان و تای میدان دیگر همه ایتان به خداوند یکتا و به همتا مسپارم. یشستن افغانستان تلدوی افغانستان زنده باد پاینده باد افغانستان تا دیدار بعد بدرود.